پوتین قربانی هراس فرماندهانش از او؟ آیا وحدت بی سابقه اتحادیه اروپا سر اوکراین دوام خواهد داشت؟ تأثیر مذاکرات بین روسیه و اوکراین بر آینده سیاسی اردوغان؟ اسرائیلی ها میگن بین حملات این هفته و انتفاضه ها شباهتی نیست. اینها بیشتر همه در روزنامه جهان. سلام. خبرها از اوکراین هاکیست. ناکامی‌های ارتش روسیه مسکو را برون داشته تا با جابجایی سربازان و تجهیزات مواضع نیروها را تغییر بده. خبرها از کرملین هاکیست. سردرگمی در خاک اوکراین نتیجه تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های بوده که اساسشون اطلاعات غلط بوده. نیویورک تایمز بالای مجموع عکس‌هایی از ویرانی در اوکراین عنوانش هست به رغم مذاکرات روسیه بر حملاتش شدت داده. بنوشته یه روزنامه در حالی که مسکو صحبت از کاهش درگیری ها میکنه، بمباران و گلوله باران اهداف غیر نظامی بیشتر شده. به اعتقاد این مقاله دلیلش احتمالاً شکاف در روند تصمیم گیری در کرملینه و میگه نهادهای اطلاعاتی غرب بر این باورند که مشاوران ولادیمیر پوتین از روی ترس واقعیات رو به اون نمیگند. موضوعی که دیلی تلگراف بریتانیا تیتر اولش کرده با نقل قولی از رئیس ستاد ارتباطات و شنود دولت این کشور که معتقده اطرافیان آقای پوتین به او دروغ میگن. جرمی فلمینگ رئیس نهادیه که هدفش دادن اطلاعات دست اول به دولت بریتانیا است. اطلاعاتی که بر اساس شنود مکالمات و مکاتبات مقامهای دیگر کشورها به دست میاد. این ارزیابی او. به نظر میرسه پوتین وضعیت رو بسیار نادرست ارزیابی کرده. مشخصه که او ارزیابی غلطی از مقاومت مردم اوکراین داشته. او پیامدهای اقتصادی تحریم ها رو دست کم گرفت و نسبت به توانایی ارتشش برای کسب یه پیروزی سریع خوشبین بود. ما سربازان روسی رو دیدیم که بدون سلاح و بیروحیه از دستورات سرپیچی میکنن، در سیستم ها و تجهیزات خودشون خرابکاری میکنن و حتی اشتباهی هواپیماهای خودشون رو سرنگون میکنن. و گرچه معتقدی مشاوران پوتین میترسن حقیقت رو او بگن، اما با توجه به اتفاقاتی که داره رخ میده، شدت ارزیابی های نادرست پوتین حتما برای خود رژیم تا حالا روشن شده. عکسی که دیلی تلگراف روی صفحه اول انداخته از بروس ویلیس، هنرپیشه فیلم‌های اکشن هالیوود، در کنار دخترانش و همسر سابقش دمی مور. خانواده آقای ویلیس اعلام کردن او بازنشسته شده چون به بیماری افیزیا مبتلاست، بیماری که عمدتاً به دلیل سکته یا آسیب مغزی تدریجاً قدرت تکلم رو از فرد مبتلا میگیره. بروس ویلیس با سریال تلویزیونی مونلایتینگ در آمریکای شمالی شهرت پیدا کرد و با هنرنمایی در سری فیلم‌های سینمایی دای هارد یا جان سخت در جهان معروف شد. اسرائیل هنوز در شوکه که چگونه در یک هفته 11 اسرائیلی در 3 حمله جان باختند. مهاجمانی که در 2 حمله عرب اسرائیلی بودند و در حمله سوم یک عرب فلسطینی. در رسانه‌ها این سوال پرسیده میشه که آیا انتفاضه سومی در راه؟ اشاره به 2 خیزش فلسطینیان علیه اسرائیل در 35 سال گذشته. جواب اما عمدتاً منفیه و رسانه ها معتقدند وقایع این هفته نقاط مشترکی با انتفاضه 1 و 2 ندارند. هارتس کنار عکسی از 5 قربانی حمله اخیر تیت زده سپر دفاعی الان بلا موضوعه چون دشمن همان دشمن نیست. سپر دفاعی نام عملیات اسرائیل بود وقتی 20 سال پیش برای رویارویی با انتفاضه 2 کرانه باختری رو دوباره اشغال کرد تا تظاهرات و حملات متوقف بشه. به نوشته هارتس انتفاضه 2 پیامد شکست مذاکرات کمپ دیوید بود و نتیجه ناکارآمدی اسرائیل و فلسطینیان، به اضافه اینکه اعتراض آن زمان بسیار گسترده بود و ارتش مجبور شد 10,000 سرباز در مناطق فلسطینی مستقر کنه. اما این بار اعتراض ها پراکنده است و مهاجمان عمدتاً تنها عمل کردند و در 2 مورد عرب اسرائیلی بودند، نه فلسطینیان ساکن مناطق اشغالی. روزنامه میگه این موج از حملات جدی است، اما اسرائیل میتونه با صبر و نوآوری در مقابل با حملات احتمالی این موج رو پشت سر بگذره. البته مشخص نیست نوآوری که هارتس منظورشه همان است که نفتالی بنت نخست وزیر به فکرش افتاده. هارتس میگه او از هر اسرائیلی که جواز حمل سلاح داره خواسته سلاح حمل کنه. آقای بنت همچنین از تشکیل یک نیروی پلیس مرزی خبر داد و گفت نیروهای امنیتی هر کی را به نوعی با داعش مرتبط بوده زیر نظر خواهند گرفت.
اختلافات عمیقی که بین 27 عضو اتحادیه اروپا وجود داره بر کسی پوشیده نیست. حتی در مورد اوکراین این کشورها ابتدا این پا و اون پا می کردند. اما به محض اینکه تانک‌های روسی از مرز عبور کردند، به نوشته اکونومیست، وحدت اتحادیه اروپا حول محور اوکراین به طور شگفت‌آوری وزن این نهاد رو ارتقا داد. مقاله از بحران‌های میگه که تأثیرات متفاوتی در اتحاد اعضای این تشکل گذاشته، مثل یک دهه پیش وقتی بحران مالی منطقه یورو و بدهکاری سنگین یونان کشورهای ثروتمند رو به جان اعضای ضعیف‌تر انداخت. حتی بحران همه‌گیری کرونا که نهایتاً باعث شد اعضای اتحادیه منابعشون رو بسیج کنن، در ماه اول با کلی به هم ریختگی و بلا تکلیفی همراه بود. مقاله میگه ما این بار سیاست‌هایی که تصویبشون ماه‌ها طول می‌کشید و گاه بی‌نتیجه در یک فوریت تصویب شدند، مثل وضع تحریم‌های سنگین علیه روسیه یا تصویب بودجه دفاعی برای اوکراین. اما میشه پیش‌بینی کرد با طولانی‌تر شدن جنگ این اتحاد بی‌سابقه مثل هر اتحاد دیگری دچار تشتت بشه. به نوشته اکونومیست، کیف به شدت نگرانه انسجام اروپایی‌ها از همین حالا داره از هم می‌پاشه. آلمان و ایتالیا در دراز مدت با ادامه همین تحریم‌های فعلی هم ناخوشنودن. اما کشورهای بالتیک و لهستان که خودشون رو اهداف بعدی سیاست‌های تهاجمی روسیه میدونن، خواستار تشدید تحریم‌ها هستند. ما نمیتونیم به اون حماقت برگردیم، به اون سیاست بد و مجرمانه که کشورها رو به روسیه وابسته کرد و به پوتین دلارهای نفتی و یورو داد تا یک زرادخانه جنگی بسازه و به همسایگانش حمله کنه. ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا واردات نفت از روسیه تا پایان امسال متوقف بشه. نیویورک تایمز هم در پایداری وحدت اتحادیه اروپا تردید داره، چون معتقد تحریم‌های بیشتر برای خود اروپایی‌ها از همه دشوارتره، مشخصا به دلیل اتکای بالای کشورهای مثل آلمان و ایتالیا به انرژی روسیه. اما فعلا این اتحاد کم سابقه علیه روسیه چنان اعتماد به نفس بالایی به اروپایی‌ها داده که به گفته فایننشال تایمز حالا اونها میخوان از این اتحاد مقابل چین بهره ببرند. رهبران اتحادیه اروپا قرار فردا جمعه چین رو به دلیل ادامه کمک به ولادیمیر پوتین مورد سوال قرار بدند. آیا اروپایی‌ها میتونن پکن رو مجاب کنن از کمک به مسکو دست برداره؟ فایننشال تایمز معتقده بعیده، چون شی فریب خورد و با پوتین همراه شد، حالا گرفتار شده و نمیتونه به تنها شریک استراتژیکش پشت بده. در جنگ اوکراین ترکیه نه تنها اعلام بیطرفی کرده، بلکه حتی میزبان مذاکرات بین روسیه و اوکراین شده. آقای اردوغان میگه هدفش میانجیگری نیست، بلکه صرفاً تسهیل کننده گفتگوهاست. ایل فولیو کوتیدیانو ایتالیا به این موضوع پرداخته با عنوان میانجی ترک. روزنامه معتقد تلاش آقای اردوغان به این دلیله که میدونه ترکیه نمیتونه در بلند مدت بیطرف بمونه، چون اگه جنگ طولانی تر بشه آنکارا چاره‌ای نداره جز اینکه به عنوان یک عضو ناتو کنار متحدانش قرار بگیره، گزینه‌ای که از اون طرف براش گران تمام خواهد شد، چون کرملین میتونه بخت او برای انتخاب مجدد در انتخابات سال آینده رو تضعیف کنه. جنگ بر اقتصاد شکننده ترکیه تاثیر گذاشته، برای واردات گاز و فولاد به شدت به روسیه وابسته است، صنعت گردشگریش هم به مقدار زیادی روی توریست‌های روس میچرخه. همه اینها به اضافه بحران پولی و تورم افسار گسیخته میتونه پاشنه آشیل آقای اردوغان در انتخابات باشه. حتی در سوریه کنترل ترکیه بر مناطق عمدتاً کردنشین در شمال به رضایت مسکو بستگی داره. در ادلب چند میلیون پناهجوی سوری در اردوگاه‌های مخالفان تحت حمایت آنکارا اداره میشد. یک چراغ سبز از مسکو، دمشق میتونه این اردوگاه رو بمباران و صدها هزار نفر دیگر رو راهی مرزهای ترکیه کنه. ضربه دیگر بر اقتصاد ترکیه و میزان محبوبیت آقای اردوغان. در گزارش دیگری لو فیگارو فرانسه نقش آقای اردوغان در مذاکرات روسیه و اوکراین رو نقش پدرخوانده توصیف میکنه. این روزنامه هم معتقد موقعیت استراتژیک ترکیه و انتخابات سال آینده از دلایلی که رجب طیب اردوغان رو به تکاپو انداخته. آقای اردوغان برای گرفتن چند عکس و خوشوبش با مذاکره کنندگان روس و اوکراینی حضور پیدا کرد و به نوشته مقاله با لحنی صحبت کرد که بیشتر شبیه مربی یا مدیر بود. شما به عنوان اعضای هیئت مذاکره کننده مسئولیتی تاریخی بر عهده دارید. تمام دنیا در انتظار شنیدن خبرهای خوب از شما هستند.
این روزنامه فرانسوی هم معتقد ترکیه خودش آگاه توازن فعلی رو نمیتونه در دراز مدت حفظ کنه. از یک طرف به اوکراین پهباد بده تا تانک‌های روس رو هدف بگیرن، از طرف دیگه خودش رو دوست مسکو نشان بده. به نوشته لوفیگارو نهایتاً ترکیه با پیگیری مذاکرات صلح چند هدف رو دنبال میکنه: حفظ روابط با روسیه، بهبود وجهش در نزد اعضای اتحادیه اروپا پس از سالها تنش، و احیای جایگاهش در ناتو که سالهاست زیر سوال رفته. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا. اینم تصاویر روز.